یکی از فیلم‌های ممنوعه جهان در مورد زندگی یک قاتل سریالی. گلاسیا سلام، امروز می‌خوام فیلم به اسم هنری پورتریت آف سریال کیلر یا هنری پورتری از قاتل سریالی ببینیم. یکی از فیلم‌های واقعا آزاردهنده دنیاست که از دیدگاه یک قاتل سریالی واقعی هم شناخته شده به اسم هنری لی لوکاس، شخصی که جنایت‌های خیلی وحشتناکی رو همراه یکی از دوستاش به اسم اوتیس انجام میده و واقعا خلاصه که داستانشون خیلی بده. فیلمش هم همینطور. برای همین واسه قطعاً این ویدیو محدودیت یوتیوب میگیره، ولی عیب نداره دوستاش هم ببینیدش، چون به نظرم یکی از فیلم‌های خوبه تو این سبکه. بریم ما فیلمو ببینیم. حواسمون به اسپویل و کاملا صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم یه دختر بیچاره میبینیم که گوشه یه دونه پارک افتاده و بدن خونی و جونش رو از دست داده. میریم به یه دونه کافه و مردی رو میبینیم به اسم هنری که یه رفتار خیلی خوبی هم با صاحب کافه داره و بعد خدافظی از اونجا میره. همین سکانس بعدی میبینیم که به یه بار رفته و صاحبهای اونجا رو به شکلی وحشتناک به قتل رسونده. خلاصه که هنری داره توی شهر با ماشین میگرده و نگاه جذب آدمهای مختلف مخصوصا زنها میشه. هر از گاهی هم فلشبک هایی میزنه به آدمهایی که قربانی شدن، از جمله یه دختر تنفروش که به شکلی وحشتناک توی دستشویی جونش رو از دست داده و یه بطری نوشابه هم توی حلقش فرو رفته. وسط خیابون دنبال یه خانمی راه میفته که توی ماشینشه و وقتی به خونش میرسه اونو زیر سر میگیره، انگار قربانی بعدیشو پیدا کرده. دوباره میزنه به خارج از جاده و وسط اتوبان یه دونه زنی رو میبینه که گیتار دستشه و دنبال تاکسیه. خب مشخصه هنری میزنه بغل و محض رضای خدا این مسافر رو سوار میکنه. میریم به فرودگاه این شهر و زنی به اسم بکیو میبینیم که از پروازش میاد بیرون. مردی به اسم اوتیس یعنی برادرش منتظرشه. بکی همسرش رو به تازگی ترک کرده و اومده که با اوتیس زندگی بکنه. اوتیس هم رفتار یه خورده عجیبی داره و مدام به بکی پیشنهادهای کار عجیب از جمله رقاصه برهنه شدن رو میده که خب اونم سرسرکی رد میکنه. بعدن دوتایی به خونهشون میرسن و وقتی دارن حرف میزنن میبینیم که هنری هم به همینجا میاد، گیتار همون مسافری هم که زده بود دستشه، احتمالا از یارو قرضش کرده. خلاصه که این گیتار رو میده به دوستش یعنی اوتیس که خیلی هم با هم صمیمین. بعدم بکیو میبینه و یه دل نه صد دل چشش اینو میگیره. اینم بگم که اوتیس هیچ خبری از کارهای وحشتناک هانری نداره و فکر میکنه که فقط کارش از بین بردن حشرات توی خونه هاست، کاری که هانری ازش استفاده میکنه و به عنوان یه دونه حشره کش میره به خونه همون زنی که تعقیبش کرده بود تا مثلا بره خونهشون رو پاکسازی کنه. البته که سکانس بعدی همین زن رو میبینیم که تنابی دور گردنشه و جونش رو از دست داده. برمیگردیم به خونه که اوتیس و بکی دارن صحبت میکنن. بکی در مورد هانری سوال میکنه و اوتیس میگه که وقتی تو زندان بودن باهاش آشنا شدم. بعدم تعریف میکنه که هانری به خاطر گرفتن جون مادرش به زندان افتاده بود، اونم با یه دونه چوب بیسبال که انقدر زده بودش اون از بین رفته بود. وقتی هم هانری برمیگرده اوتیس میره یکم خرید کنه و بکی و هانری با هم تنها میشن، با هم صحبت میکنن و بازی میکنن و یکم آشناییشون بیشتر میشه. این وسط بکی تعریف میکنه که توی سن خیلی کمش ناپدریش میومره به اتاقش و باهاش رابطه اجباری برقرار میکرده. همینم باعث شده که خیلی از مردها بدش بیاد. بعد یه رفعه هانری میپرسه تو چرا اون کارو با مادرت کردی؟ هانری یکم شوکه میشه که بکی این اطلاعاتو داره، اما خیلی صمیمی باهاش حرف میزنه. بهش میگه که مادر من زن خرابی بود. حتی وقتی بابام خواب بودش مردای غریبه رو میورد که باهاش رابطه داشته باشن. یه وقت منو مجبور میکرد لباس زنونه بپوشم و بشینم و رابطه‌شو نگاه بکنم. همین باعث شد که یه دفعه دیگه کم بیارم و اون بلا رو سرش بیارم. جالبه که وسط این حرفاش سه بار حرفشو تغییر میده. اول میگه که مادرمو انقدر کتک زدم تا جونش رو از دست داد. بار دوم میگه که بهش چاقو زدم و بار سوم میگه که با اسلحه بابام جونش رو گرفتم. ولی خب بگی توجه زیادی نداره و بعدم میگه متاسفم به خاطر اتفاقاتی که برات افتاده. سر میز شام هم یکم از رفتارهای عجیب اوتیس با خبر میشیم. انگاری به خواهرش چشم داره. حتی براش لباس خرید و اونو مجبور میکنه کنار خودش لباسش رو عوض کنه. اما خب بکی نمیذاره نگاهش کنه و اوتیس سعی میکنه زیر چشمی یه دیدی بزنه. یه لحظه هم دیگه مثل روانیا خواهرش رو به زور میکشه سمت خودش تا اونو ببوسه و اینجاست که هنری با عصبانیت سر اوتیس رو میگیره. بهش میگه دیگه همچین کاری رو نکن. بکی هم که یکم ترسیده میگه برید بیرون یکم با هم دیگه بگردید و یا آبجویی بخورید بلکه یکم حالتون اوکی بشه.
اونا هم همین کار رو انجام میدن، ولی خب این شروع یه ارتباط فوق‌العاده سمیه. هانری و آتیس توی ماشینن و دو تا دختر تنفروش رو میبینن که سوار ماشین میشن. اول خیلی همه چی عادیه، ولی یه دفعه با رفتاری خیلی وحشیانه هر دو به دخترها حمله میکنن. هانری خیلی راحت جون دختری که عقب رو میگیره و وقتی میبینه آتیس درگیره توی بغل اون گردن اون دختر دوم رو هم میشکنه. آتیس هم اصلا نترسیده و فقط نگران اینه که کسی جریانو بفهمه. برای همین هم هانری که بارها این کارو انجام داده خیلی راحت از شر دو تا دخترم راحت میشه و خب این میشه شروع همکاریشون. همون شب دو تایی میرن تا از یه نفر تلویزیون کار کرده بخرن، تلویزیونی که عموما قاچاقن. این مرد میگه که چقدر پول داره، اینا میگن 50 دلار. شروع مسخره کردنشون میکنه و بعدم میگه که باید به خاطر وقتی که ازم گرفتین 50 دلارتون هم بهم بدید. خب نمیدونه با کیا طرفه. هانری با یه دونه سیمی که اونجاست تو دست یارو فرو میکنه، بعدم میفته به جونش و انقدر این سیمو فیش تو بدنش فرو میکنه که جونش رو از دست میده. در آخرم بینو تلویزیون میکوبن تو کلش و میزنش به برق و خب یه جریان برق هم به بدن یارو وارد میشه. سکانس بعد میبینی که به خونه برگشتن و یه دونه دوربینم اونجا پیچوندن. خیلی راحت با حالی واقعا خوب دارن میزنن و میرقصن و خوشحالی میکنن. بکی هم که خیلی از هانری خوشش اومده یه رفعه اونو در بغل میگیره و اون میبوسه. مدتی این قضیه میگذره و حالا این دوربینی که دزدیدن به وسیله تبدیل میشه تا کارهای وحشیانه شون رو باهاش ثبت کنن. یه سکانس هم میبینیم که آتیس رفته پیش یه دونه پسر نوجوان و دارن با هم مواد میکشن. یه رفعه دستش رو پای این پسر میذاره که خب نشون میده چقدر مشکل روانی و جنسی داره. پسر هم رفعه عصبانی میشه و یه موش میزنه بهش و از اونجا در میره. آتیس پیش هانری برمیگرده و ازش میخواد که دماغ شکستش رو درست بکنه. این وسط هم هی میگه میخوام برم دنبال پسر رو پیداش کنم، هر بلایی میخوام سرش بیارم. اما هانری بهش میگه که این کارت اشتباهه، تو باید یاد بگیری مثل من خوشونت تو سر آدمهای فاسد و خراب پیاده بکنی. انقدر این فلسفه رو بهش یاد میده که دوتایی از خونه میرن بیرون. کنار یه جاده دور افتاده وامیستن و تظاهر میکنن ماشینشون بنزین تموم کرده. مردی میاد کمکشون و خب هانری هم بدون هیچ صحبت و رحمی بهش یه دونه شلیک میکنه. برام تفنگشو میده به آتیس و اونم هرچی عصبانیت داره سر این مرد بیچاره خالی میکنه. روانی بودن هر دوتاشون بیش از حد شده و میبینیم که چند روزی گذشته و حالا دارن با دوربین یه خانواده دیگر رو زیر نظر میگیرن. این وسط هانری هم داره توضیح میده که باید حواسمون باشه تا هر آدمو به شکل متفاوتی از بین ببریم، وگرنه پلیسا یه الگویی چیزی میسازن و اینطوری میتونن پیدا میکنن. کلی قانون خاصم میذاره، از جمله که هیچ وقت نباید نزدیک خونه خودمون باشه یا با آدمهای قبلیمون توی محدوده قرار بگیرن. بعدم میبینیم که دوتایی نشستن و دارن فیلم کار وحشتناکی که امروز انجام دادن رو نگاه میکنن. یه فیلمی که واقعا حال آدمو به هم میریزه. همون خانواده که زیر نظر گرفتن رو نشون میده که میرن داخل خونه و بعدم گردن تمام اعضای خونه رو میشکنن. در آخر هم با جنازه هاشون مسخره بازی در میارن و جلوی دوربین خیلی راحت میخندن. آتیس هم فیلمو میاره عقب‌تر تا دوباره نگاه بکنه. یکم نگاهش عجیبه، انگار داره با این صحنه ها تحریک میشه، مخصوصا لحظه هایی که دوستش هانریو میبینه، انگار به اون یکم تمایل داره. طرف دیگه شهر هم یه لحظه بکیو میبینیم که سرکاره و تماسی باهاش گرفته میشه. همونطور که گفتم بکی با شوهرش دعوا کرده بوده، رابطهشون به هم خورده بود و حالا دخترش توی شهر دیگه است. بکی هم تصمیم گرفته برگرده اونجا تا دوباره با دخترش زندگی رو شروع بکنن. دوتا روانیمون هم میبینیم که توی ماشینن و آتیس داره با دوربینش از پای دخترهای مختلف فیلم میگیره. در آخر دیگه هنری خیلی این حرکت رو میره رو مخش و آتیس از ماشین میندازه بیرون. وقتی هم به خونه برمیگردن بکی به هانری خبر میده که دخترش امروز زنگ زده بوده. ظاهرا شوهر سابقش افتاده زندان و مجبوره بره به شهر تا از دخترش مراقبت کنه. از هانری میخواد که اونم باهاش بیاد، اما خب هانری میگه که باید بهش فکر کنم. برام میرم بیرون شام میخورن و وقتی برمیگردن بکی پیشنهاد میده که من فردا میخوام برم، پس بیا حداقل امشب با هم رابطه داشته باشیم. اما انگاری هانری رو مودش نیست و هی میخواد بپیشونه و همین لحظه هم آتیس سر میرسه. هانری هم که انگاری یهو خجالت کشیده میگه میرم بیرون تا سیگار بخرم. وقتی هم برمیگرده خونه با یه صحنه خیلی عجیب روبرو میشه. آتیس روانی داره با خواهرش بکی رابطه اجباری برقرار میکنه. بکی داره جیغ میزنه و هانری با عصبانیت میره و میفته به جون آتیس. یه لحظه آتیس موفق میشه که هانری رو زمین بزنه که همین لحظه بکی سر میرسه و با چاقوی توی چشم آتیس فرو میکنه. هنری هم از جاش بلند میشه و با همون چاقو بارها و بارها به آتیس ضربه میزنه. حالا که همه چیز تموم شده میخواد از شر جسدم راحت بشه و برای همین تو سکانس وحشتناک دیگه اعضای بدن این مرد رو تیکه تیکه میکنه. بعدم همراه بکی سوار ماشین میشن. تیکه های جنازه رو کنار یه دریاچه میندازن و دوتایی تو سکوت به راهشون ادامه میدن. یه لحظه بکی میگه که من واقعا دوستت دارم. هانری هم میگه فکر کنم منم تو رو دوستت دارم.
وسط راه توی یه دونه موتل وای میستن که شبو بگذرونن و اینجاست که میبینیم هانری یکم کلافه است، انگاری خسته شده از اینکه کنار یه نفر باشه. سکانس بعد هانری توی ماشینشه ولی دیگه خبری از بکی نیست. وسط اتوبان پیاده میشه، چمدونی خونی از صندوقش برمی‌داره و اونو میذاره کنار اتوبان. خب حالا میفهمیم چه بلایی سر بکی اومده. هانری سوار ماشین میشه و به راهش ادامه میده و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. اول فیلم هم گفتم این فیلم احتمال خیلی زیاد محدودیت میگیره، برای همین از الان میگم لطفاً ویدیو رو حداقل لایک کنید یا یکی دیگه از ویدیوهای کانال رو هم تماشا بکنید تا باعث بشه کانال منم یک کمی بالا بره. این فیلم یه مقدار زیادی واقعیه، به خاطر اینکه هم اتفاقهای توش تقریباً از واقعیت الهام گرفته شدن، هم اینکه حقیقت واقعیش خیلی دردناک‌تر از فیلمشه. این حرفو زدم به خاطر اینکه توی واقعیت دختری که هنری باهاش ارتباط میگیره و خواهر همون رفیقش هم هست، یعنی بکی، توی واقعیت دختر خاله یا دختر عمه دوستش حساب میشه و سنش 12 ساله. یکی دیگه از قسمت‌های بعدش هم همون صحنه‌ای هست که دیدیم برادرش با خواهرش شکاریو انجام میداد. توی واقعیت هنری داره اون کارو با بکی انجام میده که اوتیسه هم میرسه و کارو تموم میکنه. تفاوت خیلی بزرگ دیگه هم پایان بندی فیلمه. خب ما میدونیم که هنری تو واقعیت گیر افتاده، اما توی این فیلم رها میشه و خیلی راحت به زندگیش ادامه میده. چیز جالبی که به نظرم تو محتوای فیلم هستش، صحبت از تأثیر خانواده توی بچگی است که در آینده یک کسی مثل هنری رو خلق کرده. ما توی فیلم بارها و بارها میشنویم که مادر هنری با چه کارهایی انجام میده، اما نکته مهم که توی فیلم هم رعایت شده کاری هست که هنری بعد از دستگیریش انجام میده. میاد یه سری دروغ در مورد خانوادهش به پلیس میگه، دروغهایی که میخواد بگه تا یه دلیلی برای کارهاش بیاره، اونا رو موجه کنتشون. اما توی فیلم هم این اتفاق میفته و خیلی جالبه که چند بار حرفش رو هنری تغییر میده. کارگردان از قصد داره این کار رو انجام میده که ما هم به عنوان بیننده یکم دچار دوگانگی بشیم. یه وقتا بگیم که شاید واقعا حق داره، شاید مقصر مادرش بوده. اما خب حرفاش باید متوجه این دروغ‌ها بشیم، بفهمیم که نباید بر اساس این حرف‌ها تصمیم نهاییمون رو بگیریم. ولی این دلیل نمیشه که تأثیر خانواده در شکل‌گیری شخصیت‌ها در آینده رو انکار بکنیم. اینو بارها هم گفتم تو هر فیلمی که تقریبا هم سبک با همین فیلم بوده حرفش رو زدم، چقدر مهمه که یه خانواده چجوری با بچه هاشون برخورد میکنن. اگر واقعا این حرفا واقعیت داشته باشه و مادر هنری مثلا موقع رابطه با افراد مختلف بچهش مجبور کرده باشه که تماشا بکنتش، قطعا این بچه وقتی به سنی برسه که قدرت بالایی داشته باشه بخواد این نقطه هاشو خالی بکنه، دست به هر کاری میزنه. چه راه دور بریم تو کشور خودمون، یه بار دیگه هم صحبت کردم از یه نفر به اسم بیژه، کسی که خیلی معروف شده بود، یکی از قاتل‌های سریالی فوق‌العاده عجیب و وحشتناک ایرانه. و وقتی که داستان گذشته و بچگی این شخص رو میخونید واقعا میفهمید که چی باعث شده به همچین جایی برسه که حتی به آدمای خیلی سن کم هم رحم نکنه. شما فرض کن پدر این شخصی که گفتم توی بچگیش میاد این بچه رو میبنده، به شکلی وحشتناک میفته به جونش و انقدر دست و پاشو با میله فکر میکنم کبود میکنه و میزنه که روز بعدی این پسر میره یه آجر برمیداره میخوره تو سر خودش. میگفتم میخواستم جون خودم رو بگیرم، میخواستم همه چی رو تموم کنم ولی متاسفانه نتونستم، و وقتی پدرم فهمید دوباره منو کتک زد. این یکی اتفاقی هست که براش افتاده. شما فکر کن هزاران بار دیگه همین اتفاق افتاده و خب در نهایت شکلگیری شخصیت بچه اینطوری بوده. شکلگیری شخصیتش طوری اتفاق افتاده که وقتی به یه سن خاصی رسید بره دنبال خالی کردن این عقده، حالا به هر کاری که بخواد دست بزنه. اصلا نمیگم قابل توجیه، اصلا نمیگم که میشه حق داد به این افراد، نه، هر کسی به هر حال حق انتخاب داره. تو بدترین شرایط هم تو بهت یه دونه تفنگ بدن بگن یا فلانی بکش یا فلانی، تو میتونی همون کسی که به تفنگ داده رو بکشی. به هر حال یه راهی میتونی برای خودت بسازی و اینکه دست به کار وحشتناک بزنی انتخاب تو، هیچ وقت نمیدونی کسی دیگر رو مقصرش بدونی. اما این تصمیم ها، این اتفاقاتی که از گذشته میفتن تا اون سن، یه سری راه جلوی بچه میذارن. بچه ای که وقتی بزرگ شه ممکنه یکی از این راه ها رو اشتباهی انتخاب بکنه، یعنی به هر حال زمینه سازشون خانواده بودن ولی تصمیم نهایی با خودمون شخصه. اینا رو گفتم خاطر اینکه توی هنری هم با این قضیه مواجه میشیم. زمینه ساز این روانی بودن، این رفتارهای وحشتناک هنری همون مادرش بوده، اگر واقعیت داشته باشه این حرفاش، که خب بر اساس گزارش هایی که هست، بازجویی هایی که ازش پخش شده، اصلا شخصیت اون طوری معرفی شده که از اول تا آخر حرفاش دروغه، هیچ وقت نمیشه بهش اعتماد کرد. برای همینم هم نمیتونیم به صحت این حرفا اعتماد داشته باشیم. اما اگر یک درصد هم داشته باشه،
به هر حال میدونیم زمینه ساز این قضیه ها کی بوده و در نهایت تصمیم شاه و هنری گرفته. خلاصه که سرتون درد نیارم، همه این حرفا رو زدم که بهتون بگم اگر دور و برتون بچه کوچیکه، خواهر، برادر، اگه بچه خودتونه، هر کسی که هست، به هر حال مراقب رفتارهاتون باشید و حواستون باشه که دیگران برای اون دارن چه محیطی رو فراهم میکنن. اگر میبینید که محیط سمیه، اگر میبینید واقعا داره رفتارهای فوق العاده وحشتناکی باهاش میشه، هر جوری شده جلوشون رو بگیرید، به اورژانس اجتماعی زنگ بزنید. هر اتفاقی که بیفته بهتر از اینه که یه نفر تو همچین شرایطی بزرگ بشه. متاسفانه خب کم نیستن آدمهایی که همچین کارهایی رو انجام بدن به بچه‌ها و باید تا جایی که میتونیم جلوی همو بگیریم. چقدرم خوبه که از خودمون شروع بکنیم. همین الان یه نگاه به دور و برت بنداز. اگر به یه نفر شک کردی که همچین شرایطی داره، حتما یه قدم برش بردار. ممکنه جلوی قاتل سریالی شدن یه نفر دیگه در آینده رو بگیری. ببخشید سرتون رو درد آوردم. فیلمی بود که می‌خواستم در موردش حرف بزنم یکم. دیگه اینکه امیدوارم حالتون خوب باشه. کریسمستون هم مبارک. یه ویدیو هم توی کانال گلاسیا گیم گذاشتم که یکی از بازی‌های فریکی امسال رو معرفی کردم به اسم Exit 8. یه بازی که توی لوپ گیر کردی، هر سری باید دوباره یه چیز نامعمول بگردی. خیلی بازی خفنیه. دوست داشتید اونم کانال تماشا بکنید. لینکش رو اینجا می‌ذارم. لایک، کامنت، ساب یادتون نره. خیلی دوستتون دارم. روزتونم گلاسیه.